عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر در مراسم افتتاح یک پروژه کشاورزی در قاهره گفت باید گندم را به شیوه حضرت یوسف پیامبر انبار کنیم. وی در حالی که این پیشنهاد را مطرح کرد که کشورش به عنوان یکی از بزرگترین وارد کنندگان گندم در جهان سالانه به طور میانگین 23 میلیون تن مصرف گندم دارد که تنها حدود 6 میلیون تن از این مقدار تولید داخل است و پس از حمله روسیه به اوکراین واردات گندم با چالش جدی روبرو شده است. همچنین نخست وزیر مصر اخیراً اعلام کرده دولت ذخیره گندم فقط برای 4 ماه را در اختیار دارد. اکنون دولت مردان مصر در تلاش هستند راه حل‌های جهت افزایش ذخایر گندم برای مدت طولانی و بدون تأثیر منفی بر کیفیت آن با هدف افزایش امنیت غذایی در مصر پیدا کنند. السیسی در همین راستا خواستار انبار گندم به روش حضرت یوسف شد و گفت چرا آن حضرت گندم را در خوشه ها انبار کرد؟ چون اگر گندم پس از درو از خوشه ها جدا شود در عرض 3 تا 4 سال خراب می شود. گفتنی است در تعبیر خواب عزیز مصر طبق آنچه خدای متعال در آیه 47 سوره یوسف فرموده حضرت یوسف برای کم کردن خسارات قحطی توصیه کرد 7 سال با جدیت زراعت کنید و پس از درو گندم مازاد بر مصرف را در خوشه های خود باقی گذارید و ذخیره کنید تا در مدت طولانی آسیبی به آن نرسد. عزیز مصر نیز چنین کرد و توانستند غلات مورد نیاز خود برای زمان قحطی را به مدت 7 سال به نحوی که سالم بمانند و پوسیده نشوند نگهداری کنند. اکنون که با پیشرفت علم و صنعت و تکنولوژی از مواد شیمیایی مختلفی برای در امان ماندن کوتاه مدت غلات از میکروارگانیسم ها و قارچ ها استفاده می شود، پس از گذشت قرن ها از زمان حضرت یوسف یافته های علمی به اجازه علمی قرآن در روش نگهداری طولانی مدت غلات پی بردند.